تصلیت ارز میکنم نیام رو خصوصا پیشا پیش آشورای حسینی رو محضر شما و در ادامه مباحث شبهای گذشتمون این جلسه آخره ما فردا زهرم خدمت شما خواهیم بود منتها در این موضوع نیست حالا انشاءالله بتونیم حداقل اینجا تا سرفصلی که آماده کردم رو عرض کنم خدمتون خب راجع به این صحبت کردیم که به در واقع به سرفصل رسیدیم که حالا ارتباطات سازمانی و بخش چهارم ارتباطات سازمانی از چه جنس بوده چه جوری بود قبلش یه نکته رو عرض کنم برخی دوستان میپرسن مگه حدیث جابر نبود که اینا بدونن امام بعدی کیه اولا بدونید حدیث جابر جزء روایت بود که مال خواص شیعه بود اینجوری نبود عمومی باشه یعنی یک جوری میشه گفت حتی جزء اسرار بود و در ثانی حتی بر مبنای حدیث جابر هم شما مثلا میدید امام حسین علیه السلام تمام پسرانش علی اسم گذاشته بود و اینا بعدی رو میدرسن علی ابن الحسین حالا کدوم یکی فقط کافی بود حدس بزنن که این آدم امام بعدی هست میکردن عرض کردم مثل علی ابن محمد که در بلده دفنه شو شادر رسونش مثل اسماعیل که حالا بعدن پیروانش فرقه درست کردن که حالا در زمان حیات امام صادق هم رو کشتن خب این از این جهتی یعنی میدونی برخی از این که الان عمومی الان همه شیعه اینا هر نیست گفته بشه اون موقع جز اسرار بود خب بخش چهارم به ارتباطات سازمانی این شبکه میخوایم بپردازیم اینکه چه راهکارهای ابداعی داشت این سازمان رابطه امام با اعضای سازمان چطور بود ارتباط اعضای سازمان با هم دیگه ارتباطات شخصی مخصوصا وقتی حضرات دستگیر بودن محبوس بودن در حبس بودن در تبعید بودن چطور بود جنس ارتباط و تکنولوژی ارتباط چی بود نوشتار بود چیکار میکردن چه طریقی نوشتار خب میگیرن کشف میکنن آیا رمزگذاری میشد و روش های ارتباطات داخلی چطور بود خارجی چطور بود شبکه چطور خودشو پوشش میداد عادی سازی میکرد در واقع به قوله. امنیتی ها این داره سود میکشن ما هم پیداش میشه احتمالا اکوشو بگیرید ما این سود نکشوه. از زمان امام کازم تا امام حسن عسکری نزی که 112 سال تعداد کمی نامه به ما رسیده اما این حجم ما اصلا میبینیم رو جزئیات کار داشتن یعنی تعداد نامه ها بسیار بیشتر بوده چطور ممکنه همچین نتفاق یه بخش این آموزشی بود یعنی چی؟ یعنی حضرات به شیعیان آموزش های میدادن علل خصوص آموزش هیتبندی و رازداری طرف بعد پنجاه سال زندگی هفتاد سالش بود برگشت به زنش که یه رازی رو بهت بگم گفت چه گفت دیدم تو زن خوبی هستی دیدم مثلا رفتاراتو دیدم حالا بگو حالا بعد پنجاه سال چیه رفتی یه زن دیگه گرفتی این این رازه الا گفت من میخوام بگم من شیعم یه زنه گریه کرد گفت سی سال منم هم. اینجوری راز داری یعنی تو ماجرای معلب نخونه ایست شما دیدید دیگه حضرت فرمود هر کی راز ما رو فاش بکنه با دشمن ما فرقی نداری او خدا معله رو رحمت کنه اما بدونید کسی که راز ما رو فاش بکنه با دشمن ما فرقی نداری هوشدار از این بالاتر اثر هشتار حضرت رو, رو روی اثری که روی نفر بعدی سر شبکه بعدی که نصر ابن قابوس لخمیه میذاره پنج و پنج سال سر کار نمیتونم پیداش کن به مرگ طبیعی هم بدش بود. یا جای امام واقع میفرماد خطاب به امام صادق که ای فرزندم اگر شیعیان درست رازداری میکردن تو قائم ما بودی حکومت میتونست تشکیل بدی یعنی باز هم با استانداردهای حضرات فاصله داشته در زمان امام کاظم علیه السلام حکومت هر کاری کس نتونست شبکه رو متزلزل کنه دیدن تو اتفاق قبلی سر شبکه بعد از امامو زدن اما شبکه کارش رو انجام ره. گفتم پس این دفعه خود امام باید بزنیم به نتیجه رسید حضرت رو حبس کردن یعنی جدا کردن رأس حرم و رأس شبکه و میدونستنم که این دورماندن چه آثار سوی میتونه براشون داشته باشه اما با یه روش های ارتباطی شبکه تونست خودش رو زنده نگه داره یک ساختاری داشته یک روش های بلد بوده که ما هم خیلی دقیقا نمیدونیم چیه ها دعا کنیم همجا علکیم یه گزاره داریم از اون سری چیزها رو با شم اطلاعاتی امنیتی کشف میکنیم دستگیری امام کازم به حدی حساس بود چه شخص خلیفه خودش به مدینه آمد عرض کنیم هارون یه سال درمی حج میرفت از چین تا اسپانیا رو باید بتونه مدیریت کنه. ببینید چقدر براش مهم بود شخصا بر عهده گرفت امام رو برای زندانی کردن با دو پوشش فرستادن یک فردی رو شبیه امام گیریم کردن تا همون لباس تو همون هیبت که الان این توه داریم ما می میبریمش بردن به سمت بو... بسره یکی دیگر هم بردن به سمت کوفه خود ما الان نمیدونیم امام تو کد... کدوم یکی بوده بعد از اونجا یک از اونا رو که نمیدونیم کی بود فرستادن به بغداد به پایتخت که هارون توسط گارد امنیتی خودش حفاظت بکنه چه مطمئن بشه نفوذی نداره تیم اطلاعاتی خود شخص خلیفه کار حفاظت از امام و گرفت خب خیلی دیگه نشون میده اوج تدابیر امنیتی برای اینکه مبادا نفوذی به شبکه زندان راه پیدا بکنه یک یهودیو که طبعا اعتقادی به حضرات نداشت و قبلا تو شیعه کشی یاد تو داشت به اسم اسرائیل ابن شاک رو گذاشتن زندانبان و آخرم این کشت تو به شهادت آیا همین بود حفاظت فیزیکی زندان بسیار ویژه بود زندان یه در بیشتر نداشت چند نگهبان تو امان نگهبانی میدادن که امکان تبانی فراهم نشه بین دو نفر باشه توانی میکنن هر پنج روز هر پنج روز کل اکیپ زندانبانی کلا عوض میشدن که اگر کسی اینا رو خرید دیگه نتونن کاری بکنن یعنی ما الان همچی کار نمیکنیم کنیم هزار و دیویست ساله پیش این کار داشته انجام میده خورم. این اوج ترس از موسف نجفر داره نشون این یعنی باور این که یک شبکه بیرون فعاله و مغز متفکر اینجاست و هر نوع ارتباط من باید کات کنم که بتونم اون شبکه رو بزنم نکته عجیب با این وجود نامه های حضرت از زندان به بیرون میرفته و نامه های مردم به زندان میرفته جهدگیری هایشون دستور عمل هاشون نگرانی هاشون فوق است عجیبه حتی در مواردی حضرت شبانه از زندان خارج میشده میرفته جلسه رو شرکت میکرده دوباره برمیگشته الله مجلسه. مجلس نویم یهشان در حالی که در زندان بودن با و شیعنش رو و پیغام میدن که بروید فلان مکان یا فلان منظر فلان شب آنجا باشید من در میان شما حاضر خواهم شد ذهنتونم سمت تیولرز این چیزا نرام چه مدلی چه وقتی وزیر نفر دوم حکومت عبد حضرته فرض بکنه یه دستور میرسید آقا هارون کارشون دارن گارد حفاظتی میومده تحویل میگرفته میبرده دور می, 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 دوره می نامار میبردن میبردن یعنی انقدر یعنی تو تمام این تیم ها نفوذی داشتن که هیچ وقت معلوم نشد اینا کیان در طول تاریخ معلوم نشد یعنی ببینید خاک بر سر کسایی که این سوژه به این خوبی برای فیلم ساختن خدا شاهد نه جز اینه من اینو ببخشی با یه همچی حسی گفتم چون واقعا حسشو داشتم بدترشو میخواستم میگم دیگه کنترل کردم خودم این نشون از اوج نفوذ حضرات در بین دشمن داشت در بین نیروهای دشمن و توان بالای شبکه در بکارگیری نیروها خلاف نظر فرماندهان سقر بن نبی دلف میگه هنگامی که امام هادی را به سامر را آوردند از مدال امام هادی میگم جلوتر میرسم آوردن میگه چندم تو زندانه یه کاروان سرایی بود تبدیلش کردم به زندان تبدیلش کرده به زندان میگه خودم رسونم اونجا رفتم تا از حال او جویا شوم در دربان متوکل مرا دید دستور داد وارد شوم پرسید برای چه کار آمده گفتم خیر است گفت بنشین نشستم ولی حراسان شدم و سخت در اندیشه فرو رفتم و خود گفتم عجب اشتباهی کردم گفتم الان میگه تو چه کار داری اینجا ای چه کاری بود من کردم الان میگیرن بیچارم میکنن میگرفتنم که دیدید دیگه انقدر میزدن دیامی می مورد یه چیزی میگفتی هزار ضربه شلاق 300 ضرب. عموما هم زیر ضربات شلاق مردن یعنی می اگه می‌خواستن یکی بکشن اگه جا گردنشو می‌زدن زیر زر... یعنی چیز میخواد ازت بکشه تو نگفتی که مردی یعنی دنبال اطلاعات شبکه بینه خیلی نکته ویژه یا اینا میگفت عجب کاری کردم برای چی کار مردم رو انجام داد و آنها رو مرخص کرد و چون خلوش گفت چه کار داری برای چه آمدی گفتم برای کار خیری گفت گویا آمدی حال از حال مولای خود خبر بگیری گفت نکنه تو هم شیعی گفتم مولای من خلیفه است ساکت شد مولای تو بر حق است زندانبان متوکل نه من نیز به اعتقاد تو هستم و او را امام میدانم من خدا را سپاس گفتم آنگاه گفت آیا میخوای او ای را ببینی گفتم آری من بودن یه سرکی چه خبره گفت میخوای ببینیش آره قدری بنشین تا پستچی نام رسون بره چون وی بیرون رفت با اشاره من به غلامش گفت این را به اتاق آن علوی که در زندان است ببر <applause> او را او بگذار و برگرد چون به خدمت امام رسیدن حضرت رو دیدم روی حسیری نشسته و در برابرش قبری حفر کردند متوکل میخواست حساب کار دست امام هادی بیاد آوردش از مدینه تو سامرا دو روز بردش تو این زندان جلوش یه قبر کندن جلوشی. یعنی اینجا دست است با خطا کنی کشتیمت بله و در وقت قبری حفر شده سلام کردم فرمود بنشی نشستم پرسید برای چه آمدی عرض کردم آمدم از حال شما خبر بگیرم در این هنگام بر نظر کردم و یه نتونستم جلو خودم بگیرم زدم زیر گریه فرمود گریان نباش که در این گرفتاری آسیب به من نمیرسد من خدای را سپاس گفتم آنگاه از معنای حدیثی از ایشان پرسیدم و ایشان جواب دادند یارو یعنی اینو دیگه نیورده که حدیث چی بود و اینا پس, پس از جواب فرمود مرا واگذار و بیرون رو که بر تو ایمن نیستم و بیم آن میرود که آزاری به تو برسد میگه منم سرید به قول پیچون نامه. این اوج نفوذ حضرت رو نشون میده و کار تر و تمیز یعنی حضرت تو زندان نشسته جلو هم قبری که اون دستور داده شده اینا میان میرن اما زندانبان متوکل یکی از شعیان حضرت نامه اگه دست نامحرم میفتاد لو میرفتید چجوری مکاتبه داشتن نگاه کنید این تو تاریخ در اومده یه بخشای شوان. متناسب با فراخ ببین بعضی موارد بیشتره ها من نمیخوام خسته کنم مخاطب رو مخاطب اینجا عمومیه بچه کوچیک داریم تا سن بیشتر از ابتدایی تا انتهایی بقولیم ببین به صورت ویژه بگیم مثلا شبکه وکالت سازمان وکالت کتاب هست خب تو اینترنت هم هست پی دی هست میتونید بخونید خب منتها این روی کرد اینکه هر بخشش از یه جایی بعد بری برداری بیاری اینطور بچون خب محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل ابن جعفر نامه های محرمانه اموی خود یعنی موسی ابن جعفر علیه السلام این نوشت یعنی یک کاتب داشتیم که او بلد بود نام محرمانه بنویسه پس نام محرمانه و نام عادی فرق داشته فرقش چی بوده؟ الله و الله علا. حالا یه نیمچهش هم ما میچه فهمیدیم الله جلو میگم در نقاط دور دست می نمیش. ابن شهرش آشوب آورده افراد مخصوصی معمور حمل نامه ها بودن که اینا تخصصشون جاسازی بود پنبه ما هر سال از مواد پاک علالیت می تلبه شم علالیت به تلبه کس با خورده کساد و بعض این دارم رد میشم یه بوهایی میاد اگه می سخنرانی خورده فرق می‌کنی بعضی شبها. بستگی داره اونجا چقدر نفس عمیق کشیده باشم بعد میدونیم بعضیش که فهمیدیم اینه مثلا تو لای پنبه ها تو ظرف روغن یه چیزی یکی جلوتر میگم <تصفح> استفاده از گارد حفاظتی خود خلفا چرا چون پولای دروش که میخواست جابجا بشه خود و حکومت جابجا میکرد زحمتشو میکشید اینا ها همه چی بودن صراف صندوقا رو محرومون میکردن نامار اون تو خود برادرای زحمتکش گارد حفاظتی خلفا زحمت جابجاییشو میکشیدن <تصفح> صرافی مقصد می میگرفت از زیر سکه ها نامه رو میکشید بیرون میداد میرفت جاساز تو جعبه ها فکر نکنم مثلا زیر سکه میگم میگم ریختن ریختم رو نه جاساز توی جعبه بله مثلا اینا بوده برخی از اهل بیت دبیرخانه داشتن در رجال کشی داریم که وقتی از امام رضا درخواست نامه میشد میگفت نامه بنویسه نامه رو حضرت یکی از اصحابش مینوشا بر او از روش رو نوشت مینوشت بعد میفرسته اینا برخی از نامه ها لازم بود ثبت بشه بمونه ما هم برای بایگانی یه نگه میداریم دیگه میفرستیم که خونه سیستم خیلی جالب با اینکه حاکم نبودن ببینید ببینید اینها اگر حکومت برد به دست میگرفتن چه نظمی رو حاکم میکردن راجع چی میگم برای این در این زمین روش هایی هم ناآشنای عجیب غریب و تزمینی برای تضمین این ایمنی و وصول نامه اختراع کرده بودن خودش داود ابن اسود میگه این جالبه گوش کن داود ابن اسود میگه خدمتگزار امام که مرد مامور هیزم کشی و گرم کردن حمام خانه حضرت عسکری بود میگوید داود ابن اسود از اون نقل ما به من گفتش که این چوبه بگیر و نزد عثمان ابن سعید ببر عثمان سعید که خودش استاد جاسازا بود دیگه سمان بود روغن فروش بود خب بعدا هم که میدونیشون تو جایگاه بالایی داره جز نواب میشه با اینا بعد و به او بده یه من چوب را گرفته و روانه شدم در راه به یک نفر سقا برخوردم یارو با قاطر داشته کوچه آب میفروخت به مردم آب میداد قاطر کوچه اونجا باریک بده قاطر که میچرخه مثلا تا بخواد سر تک کنه خیلی فرمون بگیره کوچه رو میبنده قاطر او راه را بست سقا از من خواست حیوان را کنار بزن من چوب را بلند کردم و به قاطر زدم چوب شکست و من وقتی محل شکستگی را نگاه کردم چشمم به نامه های افتاد که درون چوب جاساز شده بود یه دسته بیل بهش داد گفته اینو برد و بده فلانی چشم آقا برداشت سر راه که قاطر یا دیده گفتم بزن یه دونه زده ده. چی شکست نگاه کردی توش بره نامه است خب اما دیگه زیر نظر ترین امام بله و وقتی من معلش کسی رو نگم چشمم به نامه افته که در داخل چوب بود به سرعت چوب را زیر بغل گرفت و برگشتم و سقا من رو به باد فوش و ناسزا گرفت من چیگه فوش دادم وقتی به در خانه امام رسیدم ایسا خدمتگذار امام کنار در به استقبال آمد گفت تو من رسیدم قبل یه حرف بزنم آقا و سرورت میگوید چرا قاطر را با چوب زدی من به تو گفتم این بغل برو اون بده برای چه کار اضافه کردی؟ چرا کار اضافه کردی؟ چرا حرف اضافه زدی؟ آقا با اون یارو سقا هم وارد چیز شده فش و فشته ای شده بود گفتم نمیناسم داخل چوب چیز یا امام فرمود چرا کاری میکنی که مجبور از خواهی شوی اینو داریم ما تو روایت داریم که مؤمن کم از خواهی میکنه از این جهت که کم کار اشتباه میکنه از این جهت ها نزد غروب مبادا بعد از این چون این کاری کنی اگر شنیدی کسی به ما ناسزا هم میدهد راه خود را بگیر و برو و با او مشاجره نکن و برو تو برای چی من جواب میدی لو داره میره اینجا رو بکنی؟ ما در شهر بد و دیار بدی به سر میبریم نه می جو که از کجا بودن سامر رود تو فقط کار خود را بکن و بدان گزارش کارات بموس از این چی میفهمیم که اینی که چوب داده حضرت بهش رفته یه نفر رفت پشتش برستاده تو برو ببین چی اون تا دید این چی آقا با چوب زد چوبرش ریکون فلان خیلی مهمه یه کلاس آموزشی بوده دیگه چرا مشغول هوا... حو... چرا خودتو مشغول هواشی کردی چرا حرف اضافه زدی فوش دادن توجه نکن برو رای گردنت نمیخواد اونجا بزنه بیرون خود نامه ها رمز داشت اسم نمیشه که امام کازم فرمودند دو نقطه عبد ساله فلان صاحب ما فل عالم صاحب فل عالم است مالک آن فقیه آن مرد آن ناحیه ناحیه درباره از هز... یاران حضرت هم همین جور بود اسم داشتن غریم علیل العلیل علیل معلومش کی هن؟ شیخ مفید تصریح میکنه که میگه توی برهه خود کلمه غریم رمز بین شیعیان بود در مورد خود حضرت صاحب یعنی واسه تو اسرای مختلف این کلمات جابجا جا شده دید. یعنی توی اصری منظور یه صحابه خاص بوده یا اصر دیگه امام زمانه جا. نکته جالب که وقتی یه امام سر کاره ما انتظار داریم مثلا امام بعدی وزیرش بشه دیگه اصلا همچین چیزی شما نمیدید. یعنی شبکه کاملا از امام بعدی داره حفاظت میکنه و او رو سیبل نمیکنه دقت کنید من شما دیدید دید. مثلا بگه زمان امام کاظم امام رضا همه کارا رو داشت انجام میده خب امام نیست اصلا نداریم یا اگه باشه من ندیدم در مقابلش این همه اگه بوده باشه بس بسیار ناچیزه در مقابلش این همه یعنی شبکه از امام بعدی حفاظت میکرد مثلا اسمی وسط نمی اومد محمد امن سالم میگه وقتی پدرم از دنیا رفت و امر به من رسید حوالای نزد پدرم بود که نشان میداد مربوط به اموال غریم است میگه من فهمیدم که مال امام زمان هم. همینطور نوشته غریم میگه ما میدونستیم سیستم کدگذاری میشده نامه این شاهکاره یه دقیقه صبر کنه قبلش من اینو بگم یه ای چیزی بگم طرف میگه خدمت امام صادق هستم من قبلا سخنرانی کردم خودم و برداشت ظاهری از این گفتم حالا میخوام برداشت امنیتی اطلاعاتی از این بکنیم میگه نامه, نامه فلانی رو از خراسان آوردم رسوندم به امام صادق حضرت نامه رو همینجوری گرفت توش آتیش چرا نامه رو نمیخونم که اصلا یعنی اینقدر اعتبار نداری چی؟ بازشو اینه دیگه معنی ظاهریشی میشه مثل نامه که پمپا به حاج قاسم داد به سر مثلا بازش هم نکرد که این پمپا هم میگم گفت نامه منم باز نکرده بود اصلا من نامه تو رو باز نمیکنم بخونم چی نوشتی مثل امان که حضرت عباس آوردن حضرت اصلا نگرفت حالا ببینم چی نوشته؟ نه اصلا نمیگیرم بیخ قبول ندارم که این بره همه جا بگه بگه حضرت حتی نامش هم باز نکرد تقیه حضرت بوده که نگن دیدی خب اونا کیا بودن شورشی بنی عباس بودنشن بنی امیه رو مینداختن کنار ابراهیم امام و ابو مسلم خراسانی اون تیم بودن نامر رو فرستاده بودن حضرت اگه نامه رو باز کنیم که شما با اینا در ارتباطید اینا نگه دارید امام ششم یهویی میخوام بیام آخر کار آخرین امام ببین محمد ابن فضل دفتر بزرگی داشت که ورقهایش سبز و جلدش سیاه بود ورق سبز چرا اینا نکته است و حساب و کتابش در آن بود حسن ابن علی دفتر را گرفت و نصف ورقی را که سفید بود کند و به محمد ابن فضل گفت قلمی برای من بتراش گوش کن قلمی برای من بتراش محمد قلمی تراشید و هر دو بر چیزی توافق کردن که من نمیدانستم راوی میگه من نمیفهمم چه چیزی چی حرف میزدن ولی ابل حسن علی ابل حسن ابن زفر به آن اطلاع داشت حسن ابن علی وجنا قلم را برداشت و مسئله ای که با هم توافق کرده بودن را با همان قلم که تراشیده بودند بدون مرکب نوشت میگه یه تیکه از همون کاغذ سبزار که خالی بود چند آورد چور که نوشتن بدون مرکب و هیچ اثری روی کاغذ معلوم نشد ورقه پر شد یعنی من میدونم که خطو میرم پایین تو هیچ چیزام نمینویسه ورقه <applause> پر شد بعد ورقه رو که خالی و سفید یعنی اینجوری بود چی نداشتی دیگه زده به پیرمرد سیاهی که همراه با خادم محمد ابن فضل بود داد و آن را برای ابوالقاسم حسین ابن رو فرستاد که حسین ابن از بزرگان دیگه ابن وجنام همراه ما اونجا ماند وقتی نماز زور شد همونجا نماز را اقامه کرد بعد پیک برگشت و فلان طولانیه یه خبر بدی رسیده بود حالا آ این دیگه چی چه جو همون خالی موند اما من میگم داره چیزی مینویسه داره میره جلو جوهر نامرئی داشتن آب لیمو آب لیمو رو روی کاغذ بنویسید بعدا برای ظاهر شدنش بعد چیکار کنید روی آتیش بگیرید اون من خودم میه تصور خودش رو میگه میگه آتیش داد دیگه آتیش ببینید چه سیستمی که سال مخفی مونده هم. یعنی ببینید که تو ظاهر یه نامه می نوشتن لای خطا یه نامه دیگه اون با جوهر سلام حالت چطور است اگر جویای احوالات این جانب هستید مثلا نمکدان بی نمک شوری ندارد دل من طاقت دوری ندارد این چیزا اون لاها برای همینم هم. کاغذ رنگی استفاده می شود سبز که همون اثر کم آبلیمور هم نشون نداره کنید ببین خود راوی اینجا نمیدونه چی داره برای تو میگه تو باید بری بکشین رو بیرون استفاده کنی این یعنی سیستم مکاتبه اینجوری بوده برای همین این همه نامه هیچ چیلو نرفته برای ظاهر کردن شکل آتیشو میگرفتن و خونده میشد همونجا آتیشش میدادن همچی بیر جلو آتیش دید. امتحان کنید ظاهر که میشد همجه. همونجا ما آتیشش میدادن که اثری هم ازش نمونه جسن قصه عوض میشه آه. برای اون موقع ما صحبت 1200 سال پیش ها شما هوش و ذکاوت و طراحی رو ببینید برای میگم دنیا بدبخته بدون امام زمان بدون معصوم شما تو زیارت نامه میخونید آسا و عباد شما سیاست مدارای بندگان خودت یعنی از شما سیاستر وجود نداره باهوشتر وجود نداره پس کجا خودش رو بد نشون بده عزیزم جوری سیاست ورزی کردن که هنو نفهمیدن بعضی ها به این, این میگن سیاست مدار نه که یه سال بعد لو بره اینا الان برای ما مفهومه رواج داره ما اصلا یا سیستم دیگه ای داشتن از حیواناتی استفاده میکردن که دست آموز بودن و آموزش دیده بودن مبدا مقصد برای مثل پهبات میلوکشن بهش میده خوش میره برگرده شطورایی که این سیستم ها میرفتن یعنی میگفت ما طرف نقل کرده بار زدیم فرستادیم گفت شما ول کنی ساروان نمیخواد میگه رفتیم دیدیم بعدا خدمت از داد بار کنار حیات <تصفيق> <تصفيق> الان قاچاخشوی این کار استفاده میکنن اما صحبت 1200 سال پیش تو دوران امام هادی علیه السلام به دلیل زمینه هایی که قبلا عرض کردم خدمتون و تدابیر بی نظیر اوج قدرت شبکه زمان امام حادی بوده ناشناخته ترین امام برشیه ای وای بر ما سی و پنج سال حضرت امامت که شاه کار ثانیه ثانیهش به در اوج قدرت حضرت خلیفه تعیین میکرد دارتون میگم خلیفه تعیین میکرد به حدی نفوذ داشت در سیستم خلیفه خلفا رو به گریه مینداخت می گفت من نمیدونم دیگه چیکار را بکنم گریه کردن تاریخ نقل کردن گفت نشت. از چرا ما گریه کرد می زد تو سرش می گفت من نمیدونم باید چیکار کنم اقدام میکرد برای حذف فکر نکنید یعنی چند مرتبه اقدام کرد شکست میخورد یعنی نفوزیا کار شکنی میکردن خبر میرسوندن به حضرت به اوج خود محمد ابن شرف میگه همراه امام هادی ده. و سخت بود شرایط در یک کوچه های مدینه راه میرفتم حضرت ازم از پرسید تو پسر شرف نیستی گفتم آری خواستم از امام هادی علیه السلام مسئله بپرسم اما قبل از اینکه سوالم رو مطرح کنم امام بر من پیشی گرفت و فرمود ما در شاهرا هستیم ما تو خیابونیم تو کوچه پس کوچه نیستیم کسی نباشه و مردم در رفت آمدن اکنون زمان خوبی برای سوال کردن نیست برو من وقت سوال کردن نیست پیچ برو <تصفح> ببینن داره از من سوال میپرسی میگیرنت نه سخته محمد ابن داوود قومی و محمد تلهی نقل میکنن میگه اموالی از قوم و اطراف آن که شامل خمس و نزور و هدایا و جواهرات بود برای امام ابوالحسن هادی هم میکردیم در راه پیک امام زودتر به ما رسید به ما خبر داد که برگردید یعنی کاملا رصد داره میکنه حضرت یعنی اطلاعاتی ها سر راه ها تو کاروان سرا خب این اومد خبر میرسه زیرا موقعیت برای تحویل اموال مناسب ما بازگشت ما چه نظام بود همونجا نگاش تا اینکه پس از مدتی امام دستور اموال رو بر شطورانی که فرستاده بود باز کن یعنی خودمون نبود گفت اینا رو بار کنید میگه بعدا که خدمت ازاد رسیدیم به هارو لنبا جل پنجا صفحه صد اشتباه میگه اون گوشه است اموال یکی از کارهایی که اونا کردن در مقابل این بود که بگن شیعه فرقه یعنی نمیتونستن این رفتار دقیق خوب نامیده اتهام فرقه بودن زدن شیعه رافزی نمیچسبید آقا امام اینا استاندارده از همه مسلطتر به قرآن معجزه انجام میده نسل پیغمبره اینا نمیچسبه اگه این رافزی بودنه بر رافزی بودن خوبه مادن چیکار کردن؟ امسال امثال علی ابن حسکه قومی قاسم یختینی حسن ابن محمد ابن بابای قومی محمد ابن نصیر فهری لعنت خدا برین فارس ابن حاتم اینا نمونه بودن که آوردن بالا و شروع کردن بین ایان جذب با چه عنوانی که امام حادی مثلا این عقیده علی ابن حسک است امام حادی خدا و خالق و مدبر جهان هستیست که بهانه بدن دست حالا ببین نگاه کنش این رافزی ها چه عقایده دارن دقیقا همین که الان توی خود ما یه کارایی میکنن بهانه میدن دست اونوریا کاملا اینا, اینا نفوذیان ندونن این ها تو شبکن و دارن بازی میکنن تو زمینش یا ابن خدا ابن حسکه نبی و فرستاده خدا یعنی کی امام هیچ کدام از فرایز اسلامی مثل زکات حج روزه واجب نیست یا محمد ابن نصیر فهری که بعدا نصیریه از اینا ساخته شد که هنوزم تو سوریه هستن متاسفانه هنوزم پیرو داره گفت امام حادی خالق و پروردگاره ازدواج با مهارم لواط جایز ارواح مردگانم دوباره برمیگرده تناسخ که حضرت نامه‌هاش اصلا لعنت می‌کنه اینا رو هر جا گرفتید بزنید ببین چه کارهایی انجام میدن اتهام فرقه زدن اصلا. اصلی ترین کاری بود که میتونستن انجام بدن یعنی شا... یعنی اونها در مقابل این شبکه هم دارن اقدامات فیزیکی انجام میدن هم جزء اقدامات رسانی عملیات روانی بل نکردن اساساً علت فراخوندن حضرت به سامرا همین بود که زیر نظر گرفته بشه ارتباطاتش کات بشه شبکه چون مجبور به امامش رجوع بکنه لو بره توی شهری که پر از ناسبیه و ما جلوگیری از محبوبیت بالایشون تو مدینه که دیگه محل روجا مردم شده بود یحیی بن که ماموریت داشت امام رو بره برداری بیاره در ده, ده سال مدینه بود بقیه رو ده 12 سال مگه 13 سال فکر کنم حضرت سامر را بود اشتباه نکنم تو نگاه کن همین اولوش بعد بشه میگه وارد مدینه شدم به سراغ منزل علی النقی رفتم رو امام هادی پس از ورود من به خانه او و آگاه شدن مردم مدینه از جریان جلب او استراب و ناراحتی عجیبی در شهر به وجود آمد چنان فریاد و شیون برآوردند مردم مدینه که تا آن روز مانند آن را ندیده بودم. یه آدم اطلاعاتی نظامی که این همه شورش رو رفته سرکوب کرده گارد ویژه بوده میگه من همچین چیزی به عمرم ندیده بودم ابتداعا قسم و سوگند های فراوان تلاش کردم که آنها را آرام سازم گفتم هیچ قصد سوی در کار نیست اصلا ما آمدیم به فرمان خلیفه رو ببریم تاج سر باشن توی سامر را و تو سامر را هم تو شروع خیلی را همیشه حضرت رو یاد میکرد تجلیل میکرد یعنی بحانه که نگه داره دیگه این حالا اینجا نگاه کنیم این پاسگلی بود که حضرت منتظرش بود یعنی اینجا بازی خورده بود متوکل چرا؟ چون کانون نخبگان شبکه اون موقع عراق بود این باعث شد حضرت حضور جغرافیایی پیدا کنه تو عراق و حضرت یعنی چرا؟ چون وقتی میرن سامر و اصلا فعالیت ها چند برابر میشه خب چه بسا؟ حداقل اینطور میتونه چرا؟ عموم من متون ارشادی تبلیغی حضرت که به ما رسیده مال سامر راست اصلا جایی که اصلا حرفای تبلیغی نباید بزنی دقیقا تو سامر راست ببین متنا... متنای از نظر مفاهمشی لخت و ارشی ای. زیارت جامعه کبیره که یک کلمه شو میگفتی کافی بود ادامت کنن. حساب الخلق الیکم تو <تصح> <تصح> خدایی اونا اینو میگفتن دیگه شما رافضی به این جوری همین ساسات لباد ارکان البلاد مال همین زیاد جامعه باید باشه دیگه شیخ مفید میگه در سامرا ظاهرا امام تکریم میشه اما متوکل دنبال اجرای نقشه بود که نتوانست علی ابن عیسی اربلی میگه متوکل میگفت میگه گریه افتاد و متوکل میگفت این ابن الرضا مرا بیچاره کرده است میگه هر کاری میخوام بکشونمش تو بازی نمیتونم از میخاری و هم نشینی با من روی گردان است و به من به هیچ وجه فرصت دعوت میکره حضرت مجلس آنچنانی ترتیب فقط آقا به خاطر شماست شما تشریف یکی از روش هاشون چی بود فاسد کردن مسئولین اینه که اونا رو درگیر رفاه و خوشگذرانی کن یعنی دشمن میاد با پول خودش یک که این حیوان جلال میشه آلوده میشه دیگه سختش میشه دیگه کار جهادی انجام بده زیر کولرای رفته هست که این ور اونورم میره یاد کولر برش ببری فضای باز بعد یه جور کولر بری بذاری رو همون دوشکی خوابیده اگه جای دیگه نباشه کارش پیش نمیره هواپیما باید بگیری اون دوشکه رو ببری اونجا برش که شب میخواد مثلا دو ساعت بیل بخوره اون کمر میخواد مثلا اونجا بخوابه هر مسواکی حالا یا شب مسواک نزن دیگه حالا تهش اینه دیگه یه مسواک نزدی یالا. نه مسواک بعد یادمون رفته چقدر هم یادش میده این منو من میره هرچی ببر تو که اینجوری این میشه دیگه این میشه دیگه. این میشه مثلا برای بعد اتاقچه داشته باشن برایشون سونا جکوزی بذارن و برای خدمت به مردم لازمه ما انرژی داشته باشیم برای خدمت به مردم باید حتما افکارشون راحت باشه دغدغه مالی دقدقه جنسی به این هم بسنده نکرده بودن اینو گوش کنید به زم... دستور معتصم خلیفه وقت که امام جواد و زمان امام جواد دستور داد امام حادی وقتی 6 ساله بود از پدر مادرش جداش کردن عجیب امام هادی اصلا من ارادت بسیار ویژه بهشون دارم زندگی نام بذارید مطالعه کنم اصلا اسم مبارکشون دهانتون میده احساس میده دهانتون شیری میشه بچه رو شیش ساله جدا کردن آوردنش گشتن تو کل مدینه پدر سوخته ترین ناسبی اونجا رو انتخاب کردن <applause> ناسبی ترین جونیدی رو ابو عبدالله جونیدی گذاشتنش اونجا این حال را, را چی میگه؟ میگه روزی جمعه محمد ابن سعید اون نقل کنه میگه جنیدی را دید و از او پرسید حال این کودک کودک تربیت میکنی چگونه است و از اون کودک هاشمی چه خبر او در جواب گفت تو به این میگی کودک نمیگویی پیر به خدا سوگند بگو ببینم آیا در مدینه کسی در علم و ادب آگاهتر از همین کود... از من هست یا نه گفتم نه گفت تو علامه شهری در پدر سوختگی هم دومی نداری تو ناسبی بودن دشمنی با میگه جنیدی گفت به خدا سوگن من سخنی را در علم ادبیات میگویم و تصور میکنم که تنها من با آن مطلب رسیدم آنگاه میبینم که وی ابوابی از آن سخن را برای من باز میکند بچه 6 ساله برای من باز میکند و مردم و ف... به من آموزش میدن مردم فکر میکنن من معلم او هستم میگه چند روز گذشت چند وقت بعد دوباره دیدمش میگفتش حالا اون کودک چگونه است یه جنیدی اعتراض کرده گفت این حرف رو نزن به خدا سوگند او بهترین شخص روی زمین و بالاترین آفریده خداست ناسبی رو ببین به چه روزی رسول انداخته بود از داره. به اون میگویم سوره از قرآن را در جواب میگوید کدام سوره را دوست داری <تصفح> پس یکی از سوره های طولانی را نام میبرم که هنوز به آنجا نرسیده است مثلا داره از قلوبله امه جز شروع کرده مثلا میخواد او به خواندن سوره مبادرت میدم به طوری که صحیح تر از آن قرائت رو من نشیندم سوره را با صدای دلنشین تر از داوود میخواند او او قرآن را از اول تا به آخر از بر دارد و به تنزیل و تعویل آن آگاه است این شان نزولش چیه؟ آقا معلم شان نزولش اینه تازه بسید که با... این تعویلن داره به این میپردازه این کودک خردسال که در مدینه میان دیوارهای سیاه رشد یافته از کجا این همه علم رو سبحان الله میگه این ناسبین رو داره تعریف میکنه حالا همین آقای ابو عبدالله جنیدی مواصر الکبرا جلسه صفحه 96 به این چی گفت میگه به خداوند متعال سوگن که او امام نقی بهترین فرد از میان مردمان روی زمین و با فضیلت ترین مخلوق خداوند متعال است شیعه شد شیعه شد از بررسی روایات و حقایق تاریخی برمیاد که حضرت بر ساختار متوکل کاملا سوار بودن حتی در بیت و خانه خود متوکل حضرت نفوذ معنوی و سیاسی داشت یعنی عاشقش بودن گفتم میگه موتور فرمانده لشکر چجوری آورد پایین فرمانده لشکر متوکل بقای افتاد زمین پای حضرت و پای اسب حضرت رو بوسید اینو میگه پای مرکب او رو بوسید متوکل مریض شده مادر متوکل خبر میرسونه به حضرت که من بچم مریض شده و پسرم مریض شده حضرت میفهمود این کارا رو بکن که الان من دیگه بنده خدای دو تا منبری داشتم من مناظره میکردن ماده بود از این استنباط کرده بود که مثلا نه مثلا با دشمن مذاکره میکنی اصلا دشمن تو شما حالا مریضم بود داشت دعا هم بکن اون قصه اون سالا که خیلی داغ بود خب این این فهم بند خدا این, این سطح دیگه خب متحدد. وقتی تو نگاه تمدونی پیدا کنی یه چیز دیگه میبینی وقتی یه لایه امنیتی برای هم میگم زو ابعاد باید مسائل رو سنجید حضرت داری یارکشی میکنه تو خونه متوکل بعد ریختن ببین به حد این مستحصل شده بود یه های میگفت بریزی تو خونه می ریختن همه چی جمع کردن یه مقدار پول پیدا کردن گفتم با این پولا می‌خواستی بر اسلحه بخری می‌خواستی علی ما قیام کن از اون فهمید که مهر خودت روشه پولا رو پس تو بهم دادی علی قیام کنم نگاه کردم با ای مهر متوکل گفت این چیه پس گفت مامانت فرستاده <applause> رفتن ننه متوکل آوردن و <applause> تو اینا رو فرستادی و <applause> بله اوناش گفت فکر چی شد خوب شدی <applause> یه متوکل کلش انداخ پایین عذرخواهی کرد یه چیز هم اضافه کرد روش گذاشت با دست شما در نکن میدیم بچه شبکه استفاده میکنه <applause> اینه دیگه علی ابن محمد نوفله میگه محمد ابن فرج رخجی به من گفت حضرت ابوالحسن امام هادی به من نوشت ای محمد کارهایت را سامان بده و مواظب باش تمام متن نام همین قده کارات راستوریس کن مواظب باش یه من مشغول سامان دادن کارها بودم این از اونایی بوده که مشغول سامان دادن کارها بوده حقشه خب من نمیدونستم مقصود حضرت از این چی به من که ناگاه ماموران رسیدند و مرا از مصر دست بسته بردن به سومال هشت سالی در زندان بودم یعنی شبکه نفوزی ها خبر دادن به امام هادی آقا میخوان فلانی رو بگیرن حضرتم تذکر داده راست و کن در رو خب بایستده اونجا آروم حالا دل خوش داشته کاراش انجام بود میگه اشت سالی دارم سپس نامی در زندان از حضرت به من رسید آقا این چه زندانی بوده دیگه اینا ای محمد در سمت غربی بغداد خانه نگیری تو زندان هم سمت غربی هم همین کازمه اینه مثلا الان میشه نامه رو خواهد نفتم من در زندانم او به من چونه می نویسن. این موضوع شگفتاد برد چیزی نگذشت که خدا را شکر مرا رها کردم یعنی حضرت زمینی آزادیش هم فراهم میکن یه آدم باید جابجا جا, جا میشدن یه کسی بده مسئولیتی رو بگیره که بتونه کنه میگه باز دوباره نامه نوشتم به حضرت درباره زمین و املاک و اینا چیکار باید بکنم سوال کرد حضرت میگه به من نوش به زودی به تو برمیگردانن میگه همه اموال هم مصادره و اگر همه تو باز نگردد زیانی به تو نمیرسد میگه چون محمد ابن فرج به سامر رو حرکت کرد برایش نامه آمد که ملک به تو برگشت ولی او پیش از گرفتن نامه در حتی حضرت یعنی به حد نفوذ داشت تو ساختار حکومتی که انبالی که مصادره کردن برگه میگه مولتا دیگه مرد به عمر اینقدر نداد بله نامه های امام به داخل زندان میرسیده نامه پاسخ گرفته میشده نفوذ حضرت به حدی حد که حتی خلیفه تعیین میکنه اینجاش گوش کن جالب متوکل یه دلغکی داشت به اسم عباده مخنس که مجالس عرقخوری متوکل رو از این جنب دوره اما اگه نه نکرده آب شنگولی منگولی میخوره به این فکر بکنه دیگه اونی که عبا میکرد روشو برمیگردون امام حادی بود اونی که میخورد متوکل اونی که میخورد یزید بود با چوب میزد به لبای مبارک حواسا خورده جمع بشه حالا چون از این جنب به دوره صحبت داره ضبط میشه یا خدا خدای نکنه فعل یزیدی انجامه بله آورد این عباده کچل بود یه متکای هم میذاشته شروع کرد امیر مسخره کردن گفت من شبیه علیما قد اقبل الاسلق قلبتین خلیفت ها المسلمین ببخش زبانم لال زبانم لال کچلشی کم خلیفه شد بعد پسر متوکل برگشت یه جوری نگاه کرد به این دلغکی که درست میکن اونم برنامه رو قطع کرد پسر متوکل متوکل برگشت گفت چرا ادامه ندادی؟ آقا یه جوری ما رو تهدید کردن که ما دیگه جرات نداریم اینم برداشت یه فوش خیلی بد تو جنب پسرش داد قار الفتال ابن امه این پسر مغرور شد برای پسر عموش چون بنی عباس و فرزند و امیر المومنین چیز دیگه پسر امو هم برای پسر اموش خواهر رأس الفتا فیهر امه یه مادرش یا زن خودش هم هست عرق میخوری چالش نبودی بله منتصر پسرش بریش گفت ای امیر المومنین متوقع. آن کسی که این دلغه که پست عدای او را در می آورد و مردم را می خندن پسر اموی تو و بزرگ خاندان توست و مایش شرافت و افتخار تو محسوب می شود. اگر خود میخوای با این اعمال ننگین گوشت او را بخوری بخور ولی اجازه نده این سگ و امثال این بقیه کسایی که اونجا نشسته بودن تو جمع از آن بخورن بریم بعدش چی میشه اینجا ماست به چند روز نمیکشه که منتصر با گارد حفاظتی خود متوکل متوکل شب تو رخت خواب تیکه تیکه جنزن گوشتش فتح ابن خاقان وزیرش نمیرفت اونم زدن کشتن همونش جالب منتصر یه جا تو تاریخ تبری نقل شده که میگفت فتح ابن خاقان پدرم را کش ما رسیدیم او را هم کشتیم <applause> ماسمال کردن یه جا دیگه ابن اسیر نقل میکنه میگه به یکی از افراد قصد گفته بود که شراب به گلویش پدید خفه شد مرد. متوکل گفته بود زد کشتش ناکارش کرد اما این کشتن چه موقعی اتفاق افتاده این مهمه یه روایت از ابن اورامه داریم اینو گوش کنیم میگیم عجب اینجا ماجرا تا الان عادیه خب تو جمع مثلا زده شستش نقطش رو بند که کلا رفتار متوکل این بودا خیلی تحقیر میکرد همه رو من که چالش نمیشه میگه به سمت سامر را به دیدار سعید ابن حاجب رفتم این یکی از اون جنایت کارای متوکل بود اول متوکل اول حسن را به او سپرده بود تا ایشان را به قتل برساند بعد از دو روز بعد از دو روز میگه دست این گارد خودشون آدم ویژه مأمور ویژه خودش سپرده که بره رو بکشه داش میورد مثلا ببره یه جای شهر دیگه 5 6 روز بعد کار تموم بکنه میگه سه روز بعد خبر رسید که شبانه در بسترش به قتل رسیده است یعنی دو سه روز قبلش متوکل تصمیم گرفته بوده کار حضرت رو یه سره کنه خبر رسیده کار خودش یه سره شد یعنی این شبکه اونجا اینقدر مستقر بوده آقا از کجا میگی؟ باشه بینیم جلو تبیه میشه ابن شهر آشوب از حسین ابن محمد میگه وقتی متوکل عبالحسن را حبس کرد او را به فردی به اسم ابن کرکر سپرد خب؟ میگه دوستی داشتم که از آموزگار فرزند بغای یا وسیف بود تردید از من است آموزگار بود. او به من گفت امیر در بازگشت از سرای خلیفه به من گفت امروز امیرالمومنان آن کسی را که فرزند رضا است فرزند رضا نامی رو میخواد دستگیر میکند و او را به دست علی ابن کرکس پرده و شنیدم که میگوید من نزد خداوند از نا امو سا... امو... امو... هادی من نزد خدا از ناقه صالح گرامی ترم و سه روز در سرای خود از این زندگی برخوردار شوید این وعده ای از دروغ آقای متوکل تو سه روز دیگر را نمی من از آیه به چیزی نفهمیدم منظورش چیست فرصتی که خدا توی به چیزم میده به قوم حضرت صالح همین سه روز دیگه می منظورش چیست برادرم گفت گفتم خدا به تو عزت در تهدید کرده است <تصفح> سب کن ببینیم تا سه روز دیگه چه میشه فردا آن روز چه اتفاق میفته آقای یاغز یغلون و تامش و همراه منتصر حمله میکنن متوکل فاتح متوکل تو رخت قابیش فقط این بار نبود جاهای دیگه هم اقدام کرده بود هر بار که اقدام میکرد برای ترور حضرت خراب میشد با شکست روبرو میشد که یه دیگه دادش در میاد میگه یک بلایی سر من آورده روزگار من سیاه کردین رضا همین همینه دیگه این ناکاش... ناکامی و شکست متوکلونشو میده ابن اورامه میگه نزد سعید ابن حاجب رفتم ببین در زمانی که متوکل ابو الحسن را به او پرده تا را به قتل برساند سعید رو به من کرد و تمسخر گفت دوست داری خدای خودت را ببینی گفتیم به امام هادی میگفتن چی شایع کردن خداست گفتم سبحان الله خدا با چشم بیده نمیشد گفت منظورم همان کسی که شما او را امام میخوانید گفتم مایلم گفت من دستور قتل او را دارم و فردا این کار را انجام خواهم داد اینک پیک نزد اوست میگه پیک هم پیشش بود گفت فرما وقت بیرون آمد داخل شد انگام که پیک بیرون آمد وارد اتاق شدم که امام در آن زندانی بود داخل شدم و دیدم که قبری را جلوی پای حضرت کردن دوباره همون کار همون کار که موقع سام را آوردنش حضرت بسیار گریستم امام پرسی برای چه گریم گفتم برای آنچه می بینم فرمود برای این کار گریه نکن زیرا آنها به خواستهشان نمی رسد دو روز بیشتر طول نخواهد کشید که خدا خون و را, هوادارش را که دیدی خواهد ریخ ابن اورمه میگه که به خدا سوگن دو روز بیشتر نکشی که متوکل لغت قدر یا یه جای دیگه یه بار دیگه اینقدر عصبی بوده به چهار نفر از جلاداش دستور میده که همین الان میرید با شمشیر میکشید میارید همینجا بزنید کار تموم کنید و قسم خورد که بکشید پیکرشو بردارید بیارید من آتیش میدم پیکرشو متوکل می میگه برگشتن گفتن چی شد گفتن ما نتونست ما نتونستم. چه گفت ما حیبت دیدیم اصلا شمشیر نتونستیم چه بد داشتن متوکل و واقعا سر چی اسکلش میکردم <تصفح> دور بکش با مون نمیکشم چی شد آقا اصلا اومد نشد از بعضیش دیوونه شده بود دیگه میگفت بابا این ابن رو من هر کاری میخوام بکنم نمیشه یعنی چی آخه این نشون میده اما اینجا یه نکته ای. این تا اینجا منتصر که این کار انجام میگه متأثر از که خودش میگه میگه فردی بود اسم ابو عبیده احمد ابن اسید با عین صاد یا اوساید که این معلم منتصر بود میگه رفت و با او مشورت کرد گفت پدرم چونین میکنه تو جمع این کارو کرد و و علی ابن ابی طالب را مسخره کرد میگه ابو عبیده احمد ابن اسید گفت این گونه که تو میگویی قتل چون شخصی واجب است این سب این حکمش سابه این حکمش واجبه یعنی ببین این اون نف... ببین امام هادی رو آوردن معلم براش گذاشتن این هم یه معلم دیگه بچه خلیفتون که در واقع خلیفه چیه؟ بعدیه ایشون به خلافت رسید همین منتصر بلا فاصله بازگرداندن فدک به با علویان و اهل بیت رفع ممنوعیت از کل اوقاف علویان برکنار کردن صالح ابن علی که علی علویا رو میزد میکشت و والی مدینه رو یه فرد شیعه درجه یک گذاشت که به معروف معروف بود به خوبی با علویان و ساخت دوباره حرم ابا عبدالله الحسین بین متوکل آب بسته بود دیگه آب بسته بود گندم کاشته بود قبر امام حسین رو سری دستور داد دوباره ساخت انتخاب یعقوب ابن یزید انباری که از اصحاب امام رضا و امام جواد به عنوان کاتب خلافت شد مسئول دیوان سالی نامه های محرمانه خود خلیفه ۳ هزار دینار دادن به ابن تیفور یه پزشکی بود دادن منتصر رو سر یه سال مسئولش کردن کشتنش اینجا یه نکته برای من جالب بود ابن تیفور این باید شخص خاصی باشه رفتم راجوش تحقیق کردم اسمش فکر میکنی چیه؟ این یه این صفته اسم اسرائیل ابن زکریا این سمو داد بله اصلا دعوا دعوا یهودشی هست دیدن ای اینا خلیفه رو خلی... و اصلا منتصر مشکوکه به چیزه <applause> از نظر ما متعمه به تشیعه که آخر حضرت از دنیا رفت به شهادت رسوندنش بازم با سم خب اما نکتهش کجاست نکتهش این که بالاخره این شبکه که ساخته بود آخر یه نفر شیعه رو خلیفه کرد دیگه ناصر خلیفه شد پنجاه حدود پنجاه سال خلیفه بود به حدی ارادت به اهل بیت داشت که در سرداب مقدس دستور این گنبدا بارگاه ها درا فلان کار خلیفه عباسی اما دیگه عصر غیبت دیگه اینا. امامی نیست این نتیجه چی اینا نتیجه زحمات امام هادی علیه السلام اینا خیلی ها یعنی استاد ترور توکسینی بودن با سم خیلی ها رو کشتن شما نفوذ حضرت رو نگاه کنید اقدام کردن خواستن اقدام کنن به با خبر رسیده که آقای سعید ابن حاجب و فرستاد تا دو سه روز یه کار دیگه سر است این بر خود متوکل کشتن سعید ابن گرفت و نفر بعدی کسی که شیعه نیست باشه قبر امام حسین ساخته یه شیعه رو برداشته آورده گشته مسئول دبیرخانه محرمانه خلافت این نتیجه چیه نتیجه زحمت نتیجه شبان روزی جهاد کردن نتیجه خونه های مظلومانی رخته شدن نتیجه اینه که بچه بازی در نمی آوردن مثلا مشکل ما بچه بازیه در نمی آوردن جدی گرفته بودن ماجرا رو طرف والا من میگم من مسئول مملکت جلسه گذاشتم بسیار موضوع مهمی بود از من مشورت میخواست گفتم اینو خدا شاهد از 4 کیلومتری قبلش گوشی مود سیم کارت و همه چی در باتریش هم در اونجا هم رسیدم کیفم تو تو نبردم رسیدم تو ماشینم مون رفتم دم گوشیش دستش بعد ما خود مچل کردیم جدی نمیگیرن دیگه بیرم چیه مثلا محرمه دیگه بریم یه ده روزی یه حسه دیگه یه سنتیه اینه یا نه برم محرم درس یاد بگیرم امام حسین درس شد که منو شما بفهمیم بفهمیم چه جوری میشه یه امام جلو چش بقیه بکشم و کسی کار نکنم درس شد و من باید اون درس رو بگیرم امام حسین درس شد مال اطمتون نکنم مال الحرام مال حروم نخورم ها مال حروم آخر آروم آروم سیست محاسباتی رو میریزه به هم ها جلو چشم ممکنه امام زمان زبانم لا سر بریده بشه نمیگم شرکت کنم کاری نکنم مگه نبود روز آشور دی بلند شده بودن رفتن روی بلندی نشسته بودن یه تپ مانای خاکی بود رفتن نشسته بودن گفتن خدا میشه حسین کشته نشه این بدبخت نمیخواد بکشه اما ببین چقدر بیچاره شده دست و پاش گرفته شده شیطان وسط خیلی وقتا ببینه یه آدم یه انصار معسریه خودشو نتونه بزنه رو سر میکنه اونو بزنه. ان الشیاطین لا یهون الی اولیام میره رو مخ شوهر یارو میره رو مخ زن یارو تا دیروز کارش نداشت ها یهوری قاطی کردن چرا این کارو میکنین چرا اون کارو میکنین مرد قاطی کرد این آقا طرف میگه اینا اینا خانه عائله پیامبر دارن تعریف میکنن میگه رسید به من شروع کرد گریه کردن باشون از سپا دشمن میگه گفتم چرا گریه میکنی میگه میخواست گوشواره هم بکنه میگفتم بذار من خودم گوشواره هم بد میدم میدم داره گریه میکنه گفتم چرا گریه میکنه گفت شما خانواده پیغمبرید گفتم پس چرا این کارو رو میکنی گفت من نکنم یک دیگه میکنم یعنی عجیبه ها ببین سیستم محاسباتی چی شده دو تا چهار تا چیه؟ من نگیرم یکی دیگه میگیره نشنیدید؟ من نگیرم پول یکی دیگه میگیره مبادا بدترین مسائل توهی بشن از محتوا رشوه اسمش یه چیز دیگه بشه بابا یزید با رشوه خیلی رو سر خط کرد رشوه مسیر قتل امام حسین فراهم کرد به خدا قسم معاویه داد دی شروع کرد پول دادن های مغیره رو آورد گفتش که آقا چقدر گفت سی هزار تا بده من کل عراق رو برات سر خط میکنم گفت بابا عراق با ما شامی ها دشمن گفت سی هزار تا سر کیسرو شل کن سی هزار تا به قرآن اگه میگفت یه میلیون میداد ماویه. یه میلیون میگفت میداد چون داده از این پولا گفت تو چیکار داری؟ همه رو ساکت کرد از آخوندشون خرید تا نیروی نظامیشون رو دیگه شروع کردن توجیه آقا دیگه شوریدن بر خلیفه دیگه یا حسین نرو کجا نرم اونا بلم نمیکنن تو مکی اومده نام فرستاده میگه توی مدینه یا بیعت میکنه یا بکشش اصلا او شروع کرده حضرت فرمان من حج رفتم میام بیرون از اینجا که من میبینم زیر لباس احرام شمشیر بستن نمیخوام حرمت خونه خدا شکسته بشه اینجا حرمه امنه آقا من و تو جای خود داریم ما اونا پیغمبر دیده بودن به این روز افتادن این درس باید گرفت زحمات کشیده شد از اون جامعه یه جامعه اینجوری ساخته که طرف زیر هزار ضربه شلاق جون میده یک کلمه حرف نمیزنه چند نفره تو همین شب ها براتون گفتم چه جوری کشتن یک کلمه حرف نمیزنه بعد این ما میراستار این شبکه شیعیم که خدا همین الان تو جمهوری آذربایجان چه خبر؟ صدا یه مسئول ما در نیومده. برندا شیفر ایشون اصلا مسئول جعل هویت جمهوری آذربایجان افسر موساد یهودی با افتخار میره اسرائیل میاد اصلا که یه اینقدر دیگه بابا جمهوری اسلامی بی عرضه شده تو جمهوری آذربایجان که اصلا من میرم میام به کسی هم ربطی نداره میاد سر پل خدافری اونور تو مرز جمهوری آذربایجان عکس میگیره اعلام میکنه اومده توییت زده همین امروز بود دیروز بود توییت زده این هیئت استاندارد مورد نظر ماست تو جمهور تو باکو هیئت چیه یک نشون از ابا عبدالله نیست توش همه پرچم جمهور آذربایجان الان اره شما شیعیان جمهور آذربایجان تو اربعین نمیبینید یه پرچم ام حسین بر نمی دارن همش پرچم جمهور عزباجان. میگه المان حسینی نباید باشه یه سری اخوند درباری هم اونجا درست کردن شعرها همه چک میشه توش هیچ الا قربون کاشه حرمت برم همین همین شعرها اینجوری و معلومه اون هیئت مشکلی نداره قیمش هم میده بله هیئت اسرائیلی صدا اینجا کس دارن تلویزیون ما شبکه سحر ما تعطیل بگیر بگی بچه زیر 16 سال اجازه داره بره تو هر جایی جز مراسم عبد معلمای سکولار و لایک و ریختن اونجا معلم ها هر بچه رو شناسایی کنن پدرمادش پلیس میگیرش که هیئت نباید برید چرا میگه من دارم رو مخ این کار میکنه الان صوت اومده بیرون صوت همین سید شهلایی که گرفتنش پلیس اومده اونجا وایساده میگه سن حسینچی اول میاد سن میگه تو تو چرا دنبال حسینی بوزگورد چه اول میگه تو دنبال بوزگورد باش این بوزگورد کی برینا ساخته اونم میگه ببخشید من نسبم به حضرت آدم میزه تا ای به گورگی میرسه برو گورگ خاکستری تفکر پان ترکیستی دور تا دور گرفتن آب و بستن نون و بستن چی،, چی, کار کرده به خود یه فوش نمیشته هیچ یا حسین یه پرچم یا حسین از چه کرد نه اینا داره یک بیخه گوش ما اتفاق میفته چرا؟ چون آخه آدما آروم آروم وابسته میشن دیگه بالاخره بعضی ها شرکت تجاری زدن با خانم مهربان علیف با زن الهام علیف شرکت, شرکت تجاری زدن آدم بود اونجا مسئولیت داشت برهی تو اسناد ویکیلیکس در اومد که اونجا پرستوهایی داشته جمهور آذربایجان رو بالاخره رسما جلو بعد ما کشور ما چی گزارش تایید شده اون ور داره میفرسته که در مورد این یکی حرف بزنه در مورد اون هیئت درباریه داره حرف میزنه نه اتفاقا چه چشمون میفته جمعیت که 85 درصد اون جمعیت شیعه. از دیویس سال قبلش بدبخت تو حکومت کمونیستی بودن اسم به محض این که اونم کومونیست این خاندان علیف که اومدن سر کار اینجا هم تو ایران آیه هاشمی گفت آقای علیف من حمایت میکنم هیدر hey علیف خان تو بشی رئیس جمهور ما حمایت کردیم شد رئیس جمهور ایرانی ایران رو رئیس جمهور کرد همه آیه هاشمی گفت یه شرط داره دو تا شرط داشتن اونا گفتن شما انقلاب این ور نفرستید بر خودتون نگه دارید. اسلام و خدا و پیغمبر نفرستید این طرف ما هم پان ترکیزم نمیفرستیم این بر بر <تصفح> مثل برجام یک طرف نگه داشت اون عمل نکرد صبح و شب دارن همین الان هم دیده که ریختن تو سفارت ارزم تا کنم سفارت جمهور آذربایجان پرچم جمهور آذربایجان کشتن پایین دقت کن پرچم جمهوری مردم اونجا رو پرچم یعنی برایشون صفه قرآن اینجوریشون کار کردن برنداشیفر جز ترهاش بود و جا انداختن کی رفت اون کار انجام داده؟ طرفدار صادق شیرازی پلیس ما همونه که ریختن سفارت خودمون گرفتن یادتونه؟ پلیس لندن هیچ کاری نکرد بیاد اینجا رو بید. بعد چیکار کردن؟ اونجا تو جمهور آزربازنش چی دارن میگن؟ میگن اینا میدونی که اینا نیرای مورد حمایت ایران <applause> صادق... طرفدار شیرازی حمایت یعنی من دیگه نمیتونم بفهمم این حد از همراهی جمهوری اسلامی رو با جمهوری اسلامی اصلا ویلکو مسال مسائل سیاسی و و سی. پرچم امام به والله قسم دامنتون میگیره والله دامنتون میگیره آقا مسئولین میز جمهوری آذربایجان به این پیرن مشکی ما مرده شما زنده بدبخت خواهی شد تو دنیا و آخرت نه رضا مون نه اون صدام مون که دستور گلوله اون کامل حسین دوماد صدام مگه وای نیست تو توی بین الحرمین گلوله میزد به قبر امام حسین میگفت من حسینم تا هم حسین میزنم بگیر چند سال بعد صدام به همین مشکوک شد شک کرد ببین چشم صدام بود مذاکرات هسته صدام این انجام میداد آخرین صحنه که دید چف پای گارد نیروی گارد صدام بود که گذاشتن رو صورتش سرشو بریدن اونجا گفتم از تو قبر ما حسین که اون صدا داشت میمد بیرون من حسینم تو هم حسین این دفعه من میزنم تو بگیر این عاقبت تک تکتونه تک اون با اون کسایی که اونجا شیعیان ابو عبدالله ایتام ابو عبدالله اونجا افتادن دور از فرهنگ ابو عبدالله و کسایی که دارن به این دامن میزنن یعنی چی کار سیاسی میخواد بگه مردم چرا مردم باید حرف بزنن من ترکای ما چیکار دارن میکنن به غیرت معروفیم به حضرت عباسی بودن معروفیم یعنی تو بیخ گوش ما یه کشوری که اشتاد و پنج درصد شیعه است پرچم هم جنس بازی آزاد باشه پرچم اسرائیل بزن پرچم اسرائیل در جمهوری آذربایجان سرچ کنید آزاد پرچم حسین ابن علی ممنوع دامنتون میگیره این خطی نشون ببینید دونه دونه رو تارگت کنید ببینید چه بلای سرشون چل سال همینجا آروم 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 فقط باج دادن یک طرفه به جمهور آذربایجان من اصلا کاری سیاسی کار ندارم و اصلا در با مورد باج تو برجام هم این اونجا بحث امام حسین وسط اونجا اینجا پرچم امام حسین طرف رأسن و رسما داره پرچم میکشه میکشه پایین بچه‌ها رو هیات رو ندن بله میخواد بچه‌ها رو هم بار بیاره میخواد بچه‌ها رو با تفکرات صهیونیستی بار بیاره میخواد نجات پرست بار بیاره بیا تو هیئت چی یاد میگیره تو هیئت یاد میگیره حسین ابن علی رو گونه دو نفر صورت گذاشت یکی علی اکبر یکی اون غلام سیاه خب یاد نگیره اللهم عجل ولی یک الفرج و لافیت و نس و من خیر <تصفح> عوانی و انصاره و المستشهدین خدای تو رو سوگن به حق این خونهای به ناحق ریخته شده ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان قرار بدیم خدایا کسایی که به هر طریق مانع ازاداری عبا عبدالله میشن به حق خود امام حسین به حق خون حضرت علی اسقر اینا رو رسوا و نابود بگردم سلوات نبیفن